شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. چه کسانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شهادت رساندند؟ طلحه و زبیر و عایشه نقطه‌ای برای شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب چون عایشه علی علیه السلام را مقصر مرگ پدرش می‌دانست، برای همین نقشه‌ای کشید تا امام علی را به شهادت برساند. عایشه قرار به ذهنش رسید که ابن ملجم مرادی را می تواند علی علیه السلام را به شهادت برساند. ابن اشعث ابن ملجم مرادی را در خانه سکونت داده تا در فرصت علی علیه السلام را به قتل برساند. علی علیه السلام روزی قصد کرد به مسجد برود، ولی اصرار پسران امام علی، امام حسین و امام حسن علیه السلام نتوانست مانع از رفتن امام به مسجد شود. امام علی علیه السلام به مسجد رفت. و ابن ملجم مرادی نیز به همراه ابن اشعث و یک نفر دیگر به مسجد رفتند. در هنگام سجده حضرت علی، ابن ملجم و مرادی شمشیرش را از غلاف کشیده و ضربه را به فرق سر حضرت علی علیه السلام زد. حضرت علی علیه السلام بیهوش شده و ابن ملجم و مرادی از میان یاران پرتعداد امام علی علیه السلام گریخت، ولی ابن اشعث در همان جا به قتل رسید. بعد از اینکه ضربه به فرق سر حضرت علی علیه السلام خورد، حضرت که می دانستن به شهادت خواهند رسید، امام حسن علیه السلام را پیش خوانده و فرمودند: حسنم، تو وصی و جانشین من خواهی شد و بعد از تو یادت نرود که برادرت حسین را جانشین من کنی. پاینده و عزیز و تندرست باشید برای ظهور مهدی صاحب الزمان که دیگر شاهد این گونه حوادث تلخ نباشیم. خدا نگهدار.